صحبت‌های شادمهر و اولین واکنشش به ماجرای دو شب کنسرت اخیرش و اتفاقاتی که افتاد و درگیری‌هایی که رخ دادش. با ما همراه باشید، این صحبت‌ها رو از شادمهر می‌شنویم. آغاز این موضوع از تک تک دور دوستایی بکنم، دستتون رو می‌بوسم و تشکر بکنم که لطف کردید. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب بعد از دو شب کنسرت پرحاشیه‌ای که شادمهر عقیلی در شهر استانبول ترکیه داشت، بالاخره با مردم رو در رو شد و صحبتهایی رو در مورد حواشی و اتفاقاتی که توی کنسرتش افتاد و برنامه نیمه کار تموم شد انجام دادش. اون ضمن عذرخواهی از مردم و کسایی که توی سالن حضور داشتن، گفتش که برای اولین بار تو این همه سال فعالیت موسیقی که داشته این اتفاق افتاده بود و خیلی برای خودش هم اتفاق عجیبی بود که کنسرتش به این حواشی دچار بشه. اون از تمام کسانی که توی سالن حضور داشتن عذرخواهی کرد و گفتش که امیدواره امشب برنامه خوبی رو بتونه اجرا بکنه. کنسرت شادمهر عقیلی روز 24 شهریور ما قرار بودش که توی یکی از بزرگترین سالن‌های شهر استانبول ترکیه برگزار بشه که به خاطر حواشی که اتفاق افتاد و مشکل صدایی که این کنسرت داشت نیمه کار رها شد و با ترک سالن توسط شادمهر همراه بودش و در نهایت هم مردم کنسرت رو به آشوب کشیدن و درگیری‌های شدیدی اتفاق افتاد که با ورود پلیس و گاز اشک‌آور قضیه خاتمه پیدا کرد. ولی خب مجدداً این کنسرت یک شب بعد، یعنی در تاریخ 25 شهریور ما برگزار شد و تمام کسایی که بلیت کنسرت شب قبل رو گرفته بودن توی این کنسرت حضور داشتن. البته خب وقتی که کنسرت لغو شد، تعداد زیادی از کسایی که تماشاچی این کنسرت بودن اعتراض داشتن که ما اصلا فردا شب توی استانبول نیستیم که بخوایم توی این کنسرت حضور داشته باشیم و خواستار عودت وحش بلیتشون شده بودن که این کار توسط برنامه گذار اتفاق نیفتاد. ولی خب با این حال، با اینکه تعداد زیادی از افراد اعتراض داشتن، امشب کنسرت به صورت کامل و سالن با ظرفیت تکمیل برگزار شد. حالا مشخص نیستش اون افراد تونستن شب بعدی رو هم در کنسرت حضور داشته باشن یا نه، صندلی‌های خالی در بازار سیاه بلیتش مجدد فروش رفته. بریم قسمت‌های از صحبت‌های شادمهر و عذرخواهی که از مردم انجام داده رو ببینیم و بشنویم. سلام به امامتون. دیشب برای اولین بار در تاریخ کارنامه هنری من عجیب‌ترین اتفاق بود که باعث شد برنامه به امشب موکول بشه. شاید بسمان آغاز این موضوع از تک تک دور نسخایی بکنم، دستتون رو می‌بوسم و تشکر بکنم که لطف کردید امشب تشریف آوردید. من وارد جزئیات میشم، برعکس با دید مثبت به با انرژی بیشتر به عشق شما در کنار هم یه شب بی‌نظیر رو می‌سازیم. با اجازه شما صحبتام رو کوتاه می‌کنم و اجازه بدید بیشتر آهنگ اجرا کنم. خب رفقا، این بوده صحبت‌های شادمهر عقیلی. قطعا میتونیم همونطور که خود شادمهر اشاره کرد این کنسرت رو یکی از پرحاشیه ترین کنسرت‌های شادمهر بدونیم و اتفاقاتی که قطعا تو این کنسرت افتاد توی هیچ کدوم از کنسرت‌های حتی خواننده‌های دیگه هم سابقه نداشته، چه برسه به شادمهر عقیلی که بیش از 30 ساله داره فعالیت موسیقی انجام میده. Come on, 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 come on
آهنگی رو بزنیم؟ چه آهنگی رو بزنیم؟ بزنیم خب راجع به حواشی کنسرت شادمهر عقیلی یه ویدیو قبل از این توی کانال قرار دادم که اتفاقاتی که توی 25 شهریور ماه سال 1402 در کنسرت شادمهر در استانبول ترکیه افتاد رو با هم یه مروری کردیم و فیلم هایی از این شلوغی و درگیری هایی که توی کنسرت اتفاق افتاده بود رو با هم دیدیم. اما اتفاقات و حواشی این کنسرت مثل اینکه تمومی نداره و گفته میشه که امروز صبح پلیس امنیت ترکیه شادمهر و گروهش رو مورد بازجویی قرار داده و حتی خیلی از خبرگزاری‌ها کار کرده بودن که توسط پلیس ترکیه شادمهر بازداشت شده، که خب علتش هم ناآرامی‌هایی بوده که دیشب توی حواشی کنسرت چه داخل سالن و چه تو محیط خارج از سالن اتفاق افتاده که مجبور شده پلیس ورود بکنه، حتی گاز اشکاور هم به مردم زدن. در همین راستا صفحه اینستاگرامی موسیقی نوین نوشت: پذیرایی در کنسرت شادمهر با گاز اشکاور، نقص فنی با طعم کتک. شب گذشته کنسرت شادمهر عقیلی در استانبول ترکیه با حواشی عجیب غریبی مواجه شد. طبق گفته حاضران در سالن، در اوایل کنسرت شادمهر اسپیکرهای سالن با نقص فنی مواجه شد و برای دقایقی این اجرا متوقف شد. پس از آن مسئولین سالن اعلام میکنند که این کنسرت به فردا شب موکول میشه، اما بسیاری از تماشاگران با اشاره به اینکه فردا در استانبول حضور ندارن خواستار پاسخگویی درست یا عودت بلیطهاشون میشن، اما عوامل اجرایی تصمیم میگیرن با گاز اشکاور و کتک مردم را از سالن خارج بکنن. پس از این اتفاق شادمهر بدون هیچ توضیحی سالن رو ترک میکنه. این کنسرت که بین 15 تا 100 میلیون تومان هزینه خریدش بوده بدون هیچ توجیهی توسط مسئولین لغو میشه و در کمال بی احترامی حتی بلیط ها رو هم عودت نمیدن. خب رفقا ممنون از همراهیتون با این ویدیو، حتما نظراتتون رو راجع به کنسرت شادمهر و اتفاقات و حواشیش برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. به نظرتون این حواشی ریشش از کجا بوده؟ حتما نظرتون هم راجع به عذرخواهی که شادمهر انجام داد و صحبت هایی که با مردم انجام داد هم برامون تو بخش کامنت ها بگید. ممنون از همراهیتون، یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.